آمار جانگداز قربانیان کرونا از 316500 نفر بیشتر است. در حالی که کرونا در بیشتر کشورها رو به افول است، به دلیل سیاستهای جنایتکارانه و چپاولگرانه رژیم، از جمله در مورد واکسیناسیون، بخش وسیعی از ایران در معرض موج پنجم قرار گرفته و شمار مبتلایان رو به افزایش است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا گفت جمع کردن کرونا کار بسیار سختی است ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد انگلیس و فرانسه هفت تخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ارتجا موج جدید کرونا در استانهای جنوبی و شرقی باعث افزایش بیماران و مرگ و میر شده است دانشگاه پزشکی سیستان و بلوچستان اول تیر شانزده نفر جان باختند که بی سابقه است. تخت های بیمارستانی تکمیل شده است. دانشگاه پزشکی شیراز افزایش تدریجی موارد ابتلا و بستری نشان دهنده اوجگیری دوباره ی ویروس و مواجهه با موج پنجم است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر چهارشنبه دوم تیر ماه 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 547 شهر از 316500 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در استانهای مختلف به این ترتیب است. آذربایجان شرقی 12928 نفر آذربایجان غربی 11838 نفر البرز 9018 نفر

در حالی که موج کرونا در بیشتر کشورهای جهان رو به افول است، سیاستهای جنایتکارانه و چپولگرانی رژیم از جمله در مورد واکسیناسیون باعث شده بخش وسیعی از ایران در معرض موج پنجم قرار گرفته و شمار مبتلایان رو به افزایش باشد. با این حال، روحانی امروز با وقاحت گفت ما کرونا را در یک شرایط مناسبی تحویل دولت بعد می دهیم. البته ممکن است موتاسیون های مختلف بیاید. امروز واکسن داخلی به بازار می یک واکسن هفته آینده در بازار است. یک واکسن در هفته بعد به بازار می آید. علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفت جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. با شعار حل نمی شود. باید ساختار قوی باشد. ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد. و این در حالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر هفت تخت دارند. در سیستان و بلوچستان رئیس دانشگاه پزشکی گفت در ابتدای تابستان 16 نفر به دلیل کرونا در بیمارستان های استان جان خود را از دست دادند که در 16 ماه گذشته این میزان سابقه نداشته است. تخت های بیمارستانی تقریبا تکمیل شده است. مجبور به استفاده از سایر بخش های بیمارستان ها هستیم. شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعتجاب به وزیر بهداشت رژیم نوشت موج جدید کرونا در استانهای جنوبی و شرق کشور باعث افزایش بیماران و مرگ میر در این استانها به ویژه سیستان و بلوچستان شده است در صورت ادامه روند موجود با افزایش مبتلایان و مرگ و میر بیشتر مواجه خواهیم بود در هرمزگان سخنگوی دانشگاه پزشکی گفت تمام شهرستان های هرمزگان در وضعیت پرخطر کرونایی قرار دارند در شبانه روز گذشته 168 بیمار بستری شدند و اکنون 635 نفر بستری هستند در کرمانشاه رئیس بیمارستان کرمانشاهی گفت 20 کودک با علائم ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند 6 درصد بیماران بستری در استان را اطفال تشکیل می‌دهند روز گذشته ظرف 6 ساعت 12 کودک بیمار یعنی هر نیم ساعت یک بیمار جدید پذیرش شده است. در غزوین سخنگوی ستاد کرونا گفت آمار ابتلای کرونایی در قزوین 40 درصد افزایش یافت. آمار بیماران بدحال زیر دستگاه ونتیلاتور نسبت به روز پیش 16 درصد افزایش یافته است. در یزد سخنگوی دانشگاه پزشکی گفت در شبانه روز گذشته 124 بیمار کرونا بستری شدند همکنون 339 بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند که 77 نفر به دلیل وخامت حالشان در آی هستند در فارس رئیس دانشگاه پزشکی شیراز از افزایش موارد ابتلا به کرونا در شهرهای جنوبی استان خبر داد و گفت این نشان دهنده اوجگیری دوباره ویروس و مواجهه با موج پنجم است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم تیر 1400